روشن همکن سیاوشن از خون سیاوشن همکن سیاوشن از جامع سفید آلم هر جامع دمه پوشن از جامع سفید آلم هر جامع دمه پوشن هم ساری از سالم هم آتشی زردوشن هم ساری از سالم هم آتشی زردوشن ما آتشی زردوشتیم ما کشتن همه کشتیم ما آتشی زردوشتیم ما کشتن همه کشتیم ما هم کوی خارایم دیوار بخارایم ما هم کوی بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست آوال سار دستم بگیر و تایم کن براهی دوست آوال سار یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو برو نگو شعر بگو سرود نگو شد بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه من و به حسین و علی شدن نماد و ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از برومم از سقوط حد بزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زر کشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دین پیشانی ها دلهای سنگین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم چه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم که رو پوشیده از شهر میگذرد از غبار راه پوشیده به نام آن که وستایش کتاب است چراغ راه دینش آفتاب است آفتاب خورشید همونی که نور میده حیات میده زندگی میده و همه ما آتش پرست که میگن هستیم ولی عبودیت نیست پرستیدن پرستیدن یعنی پرستاری کردن ما آتش رو پرستاری میکنیم همچنان که از پدر مادر فرزندان پرستاری میکنیم نگهش میداریم چون سرچشمه ی حیات است دارمی شده روشن دارمی شده روشن
بایستی بدونیم که در مرگ اهریمن بایستی کوشا باشیم و در هنگامی هم که میمیره بایستی شادمان باشیم. شادی در مرگ اهریمن ضروری است. برای نخستین بار در تاریخ شاید ایران آریایی بود که علناً وقتی که خمینی از جهان رفت ما در پاریس شادی کردیم. روزی که ما از میان دنیا رفت برنامه رادیوی پارسی زبان داشتیم، همینی که الان روز یک شنبه از 2 تا 4 بعد از ظهر پس از نیمروز به هنگام پاریس میتونید سر تا سر دنیا با زدن رادیو پاریس داد نت گوش کنید. همین رادیو روی اف ام پخش میشه در فرانسه. ما ساعت 2 تا 3 برنامه رادیویم بود، 2 تا 3 من اعلام کردم که خمینی مرده و ما الان میریم بغل روبروی سفارت شامپاین میخوریم و شادی میکنیم و سریع من اومدیم اونجا، برنامه تموم شد و چند صد نفر از عزیزان من هم اومده بودن. بعد پلیس که اونجا اومد برای حفاظت ما اینا، چون به پلیس زنگ زدم که ما بریم اونجا تظاهرات کنیم، بعد 2-3 تاشون از رئیساشون رفتن تو سفارت اومدن بیرون و بعد اومد یکیشون گفت فلانی، گفتم گفت آخه مرده یارو، گفتم آره، گفت آخه در مرگ کسی که کسی شادی نمیکنه، گفتم این هم از این حرفاییه که تو میزنی، چون این اطلاعات غلط را همه آدم ها دارن، شرقی غربی نداره، دانشمند و گدا و پولدار و اینا نداره، خریت بعضی چیزا تو ذهن همه هست. یارو میگه آقا یارو مرده دیگه، گفتم آقا جان اهریمن اگر بمیره تو جشن نمیگیری، بدی اگر بره هیتلر ساقط شد شما جشن نگرفتین. گفت چرا؟ گفتم یک گجاستا که پرفندی بوده که هزار چیه، میلیون ها ایرانی تا حالا کشته تو جنگ و تو اعدام و تو فلان، اینا حالا رفته، ما شادیم. گفت ذهن من رو روشن کردی. رئیس پلیس بود، تا امروز هم خیلی نفهمیدن که یارو که مرده باید شاد باشیم، یک اهریمن رفته. و همین در اون روز اونجا شامپاین دادیم، باز کردیم و پذیرایی کردیم از همه و جلوی سفارت تظاهرات بزرگ، خیلی یادش به خیر اون روز. حالا امروز که این سال بود که پس از انقلاب نوین دختان آریایی بود، ما نظارگر این بودیم که دختان آریایی ما و پسران آریایی ما در داخل ایران و خارج از کشور جشن گرفتن مرگ خمینی رو 15 خرداد دیگه نوغاز زد چه بشه، بعد جشن گرفتن، از قبل هم جشن میگرفتن ولی دزدکی دیگه. امسال دختر و پسر، پیر و جوان همه علنا جشن گرفتن مرگ خمینی رو و علنا شادی کردن. از همه جالبتر نوش بود، نداره، یادش بخیر اون روزا رضا فاضلی عزیزم که یک سازمان ویدئویی داشت در لندن، یک واریتی درست کرده بود به نام واریتی آخوندی، اون موقع ایشون بوت خمینی رو شکست. هنوز خمینی خودش زنده بود، منوچهر وثوق در نقش خمینی و رحمانی عزیز که هیچ کدومشون دیگه نیستن در نقش خلخالی. خیلی قشنگ یه روز دیدم گم شد جونم، دور افتادم از آشیونم، بی خونه مونو سرگردونم، پریدم از خواب. حالا از اون طرف هم در همین هنگامه شهبانوی عزیز ما در عروسی فرزند پادشاه اردن دعوت شده بود، جزو مهمانان رسمی در اونجا بود، خیلی ازش استقبال شد. این به برکت وجود شما دختران آریایی است که با انقلاب نوین خودتون دوباره اون شهریاری ایرانی آریایی رو در جهان شما تنین کردید. از کنم خدمتتون که میدونید که خیلی ها این روزها تو بازی دشمن دارن بازی میکنن، یعنی تو میدون اون و با بازی اون دارن بازی میکنن. هرگاه هر کسی علیه نظام پلید جمهوری اسلامی یک کاری میکنه، هر چند کوچک یا هر چند بزرگ، باید تشویق و تقدیر بشه. خب اینجا اگر کسی که داره مبارزه میکنه، ما بهم به هر عنوانی
دکونشو ببندیم، تختش بکنیم، بهش توهین بکنیم، کار غلطی است. آب بازشو به دشمن ریختیم. هدف نهایی ما امروز و هدف اصلی ما امروز نظام پلید جمهوری اسلامی است، سازمان مافیایی است که ایران رو نابود کرده، باش چین از بین بره. روحانیت، ولایت فقیه و تمام تشکیلات امنیتی نظامی شو اینا. اونهایی که در درون تشکیلات هستن برای مردم کار میکنن، جاشون محترمه، ارج و قربشون سر جاش هست و ما میذاریمشون رو سرمون. اما اینی که مرتب بخوان کسانی بیان به رضا پهلوی که امروز قهرمانان اومده تو میدون بتازن، کار درستی نیست. ما به جای مبارزه با جمهوری اسلامی با پهلوی مبارزه بکنیم، با رژیم ستمشاهی به اصطلاح مبارزه بکنیم، این تقابل‌ها ادامه خواهد. بله. اما اگه اینو برای یک بار برای همیشه کنار بگذاریم، ببینید که امروز دختان آریایی که در ایران پرچمدار آزادی ایران هستن، تو خونه رضا پهلوی هم اگر میبینید درش تغییرات و تغییراتی به وجود اومد که اون حرفای گذشته خودش رو در دفاع از اسلام و اندیشه‌های تازی و ضد آریایی بودن اینا کنار گذاشت، این به برکت وجود دختانی است در خانه خودش، از همه مهمتر یاسمین عزیزم، پرنسس یاسمین همسرش و سه تا دخترای عزیز و نازنینش. یاسمین از همون ابتدا فکر و ذهنیتی انقلابی و شورشی داشت و واقعا شورشی بود، بچه هاش هم همونطور شورشی هستن، به تازیان و اندیشه و تفکر تازیان و نقش بسیار مهم می داشت در این دگرگونی. الان هم تنها سخنگوی رضا پهلوی و دختراش که به پرنسس نور رو من از چند سال پیش به عنوان شهریار آینده ایران توسط شما و رأی شما اکثریتتون برگزیدیم، الان سخنگوی این تشکیلات و این جمع و این گروه یاسمن پهلوی است. یاسمن، پرنسس یاسمن قدرت و توانایی رو داشته و داره که بتونه یک تشکیلاتی رو و حتی خانواده خودش رو و حتی شوهرش رو به عنوان فریاد ایرانیان در جهان مدیریت کنه، در این شکی نیست، چون در کادر مدیریتی که ایشون پیش از این کار میکرده بعد این کار اقتصادی مثل سابق نمی کنه، کارش کار قوی بود که میکرد در میدان. این قد کوتاه هر کی داره یادتون نره که یک مثل ناپولون هم قدش کوتاه بود ولی خیلی ذهنیت و ذکاوتش بالا بود. تو این فرانسه رسمی میگن دو تیپ افراد، ببخشید، دو تیپ افراد خیلی چیز نیستن، تمرکز و فکر نیستن، یکی اونایی که بلند یکی اونایی که قدش بلنده. شوخی میکنم بابا جون که اینجا اینا فرانسوی ها میگن قد بلنده رو بگردم با اون قد بلندشون بلنده رو بگردم. اما آزادی ایران بستگی داره به این که زن بیاد بالای سر ما جا بگیره، از این که یک وسیله یا عادت باشه اونطور که تازیان و حتی چپ ها و خیلی احزاب و گروه ها و ادیان دیگه بهش نگاه میکنن، غیر از اسلام خیلی دیگه واسن که زن رو هیچ میشمارن. زن هیچ، تو خونه زن باید آشپزی کنه، اگه شوهر اومده یکم کاری کرده اینا ها یه بار شوهر ما اینا نیست. حرفا در آیین کهن ایرانی آریایی اوستایی اصلا میترا رو ببینید، نخستین خردمند آریایی است. میترا که نخستین خردمند آریایی است، پیام‌آور خرد هست، نمیگه از سوی خدا اومدم، میگه اومدم مردم رو تلنگر بزنم روشن کنم. میترا رو در خارج به عنوان زن میشناسن، این ماریان فرانسه که سمبل رپوبلیک فرانسه هست بر اساس همون گرفته شده. اصلا میترا وقتی داره گاو نر رو میزنه و میکشه و اینا، چهره زنانه است، یعنی زن همیشه ارزشمند بوده در تاریخ ایران و کهن و قابل تحسین و ستایش. و امروز کسانی که زن رو در زندگی خودشون شریک بدونن دیگه بابا ها. ما اون سالا 40 سال پیش نوشتیم، 42 سال پیش، که زن برای رهایی به پاخیز، زن هم ردیف مرد. و مرتب دوستانی که این تقویم 7000 سالی که ما در همون تقویم هست که میگیم 15 خرداد روز جشنه، در همون تقویم هست که میگیم روز شادی رو، فقط روزهای شاد و شادی رو ما در تقویم میاریم و 15 خرداد رو از همون 30 خرده سال پیش ما به عنوان روز جشن شادی مرگ این اهریمن خمینی رو در اونجا ثبت کردیم، به عنوان جشن، به عنوان شادی گذاشتیم که شادی کنیم. حالا همین تقویم آریایی از همون موقع ما پایین صفحاتمون که یک جمله همیشه می نوشتیم، چندین بار تأکید کردیم به این که زن
در رهبری جامعه بایستی دخیل باشه و فراتر از مرد شاید بتونه کار بکنه، اونی که امروز دختران آریایی ما نشون. از کوروش و آن پشتی برخیز، به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایرانش، بیگانه در ایران، بیگانه در ایران. بر نخونید جمهوری اسلامی، نابود باید گردد جمهوری اسلامی، نابود باید. شنبه یک شنبه گذشته نمایشگاه کتاب همونطور که قبلا با آقایتون رسونده بودم در پاریس بود، همه ساله است و 60-70 نفر از برترین نویسندگان فرانسوی حضور داشتن و خیلی استقبال خوب شد، خیلی استقبال خوب شد. خیلی جای شما مهربانیاران خالی بود، اونی که نیومدن، ولی بسیاری از هم میهنان گرامی ایرانی ما نیز حضور داشتن، اومدن اونجا، من دیدمشون، ما چوبوزه و یک شربتی با هم خوردیم. خیلی خوب بود، روز خوب بود. این راندووی هست همه ساله با ایرانی ها و فرانسوی عزیزی که دیگه امروزا کمتر میبینیمشون که میان اونجا همدیگر میبینیم. که به هر حال طالبان که در افغانستان هستن، طالبان اینها برای جنگ و نابودی ایران اونجا بسیج شدن، یعنی ظریف و اینا باند جهانی ها اونها رو اونجا گذاشتن پیش از رفتن خودشون، و هدف اینه که اینها در دراز مدت سیستان و بلوچستان رو از ایران جدا کنن. همچنان که هدف از دولت آذربایجان در اونجا اونه که آذربایجان بگیره، و هدف از وجود بعثی ها که بخشی از قدرت هستن در عراق این است که اون خوزستان اینا رو از جان جدا کنن. یعنی ایرانستان، اینو که آریا مهر گفته بود، یک واقعیت تاریخی است، یک پروژه است. در برابر این پروژه بایستی هر چه زودتر اقدام کرد، وگرنه ایران کوچک میشه همونطور که در طی این هزارها شده میشه. حالا شک نکنید که طالبان دوست ایران نیستن. ملا خودشون نوکر استعمارن، نوکر روس و انگلیس، و حالا بعضیاشون دعوا میکردن که آمریکایی بشن با پولای آمریکا، که من در جریانم توضیحات چه دادم که از موقعی که کروبی رئیس مجلسی رو گذاشت کنار اومد بیرون، پولایی که در اختیار اونا گذاشتن 60 میلیون دلار و بعد سفرها که میخواست بکنین، حالا اونا همه در جریان هستن. ولی کلا امریکا مثل روس و انگلیس نیست که تا میگیری تا خفه نکنه، تا ته قابلمه رو لیس نزنه ولکن نیست. ما شهرهای زیادیمون رو روس از ما گرفته، حتی بیشتر از انگلیس روس به ما. انگلیس در قحطی که آفریده 10 میلیون ایرانی رو کشته، تایفه بابا، ولی اینها با روس ها
متحد هستند روی مسئله ایران و متفق هستند و الان و قبل روسیه تاکنون به ایران زیانهای بسیاری زده و این زیانها ادامه داره و طالبان الان با بستن آب و چه و چه و خواهید دید که در دراز مدت دیگه اینها سیستان بلوچستان الان خودشون میدونن، الان کلی نیرو فرستادن اونجا که اینها دارن زمین میخرن، خونه میخرن، چه میکنن اونجا. هم که جمهوری پلید اسلامی به حتی به هموطنان و شهروندان ایرانی ما در سرزمین قهرمان پرور سیستان و بلوچستان ملیت نداده، شناسنامه بهشون نداده. خیلی از انسانهای ایرانی در سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارن. خب الان همونطور که طالبان شناسنامه افغانی بر خودشون درست کردن، از پاکستان و کشورهای دیگه عربی رفتن اونجا قدرت رو به دست گرفتن، چون اونا بیگانه هستن، مردم افغان نیستن. افغانی ها اونجا همین جبهه مقاومتی است که داره نبرد میکنه، داره مبارزه میکنه. اینها افغانی ها هستن، افغانی های درست حسابی. و بر همین اساس مهربان یاران، این رو بایستی بدونیم که اگر یک رضا شاه یعقوب نادر شاهی پیدا نشه، یک کوروشی پیدا نشه، داریوشی پیدا نشه، ایران میره درب و داغون میشه، هیچ چیز ازش نمونه. چرا؟ چون بتونم امروز اینو میخوام بگم، این راز رو امروز میخوام بتونم بگم که برنامه نظم نوین جهانی چیست. این اصل مطلبی است. جهانی بودن و جهانی اندیشیدن یه فکر امروز نیست و اگرم فردا فلانی بمیره ای از بین نمیره، این همیشه بوده و هست و خواهد بود. هر کسی در اومده درش خواهد جهانی بشه، از این طالبان شپشو گرفته تا آخوندای تو ایران گرفته، تا حزب بعثی که اونجا بود، تا فلان حزب بود، تا جامعه شورای کمونیست و مارکسیست و ماویست و ترتسکیسم و کاستوریسم و لیبی قذافی بود، اینا همه درش خواهد جهانی بگیرن، مثل ناپلئون و هیتلر جنایتکار و فلان اینا. پس این جهانگشایی کار چنگیز و اینا فقط نبوده، همه هدفشون این بوده. اما امروز یک فلسفه نوینی پس از سقوط پادشاه ایران در جهان شکل گرفته که این فلسفه نوین خطرناکه. این فلسفه نوین تجربه 6000 ساله داره. در این تجربه چندین هزار ساله که داره دیگه تکامل یافته است و بعد انتلیجنس آرتیفیسیل یعنی هوش مصنوعی هم با خودش داره، کنترل شدید بر همه کس و همه چیز و همه جا، و الان دیگه کم کم با افتخارم میاد با همه نوکر خودش که گذاشته ایوارو بر سر کار، عکس هم میگیره. شما که اصلا خبر ندارید، نمیدونید چی، اصلا نمیدونید کی و کی عکس گرفت. حالا این فلسفه جدید جهانی یک موردی که براش خیلی مهمه اون اینه که کلن ملیت ها رو از بین ببره. ملیت ها و یک زبان های خاص فلان و اینا که یک مجموعی از مردم رو در بر میگیری باید از بین بره. اینا نباید باشه. ناسیونالیسم و پاتریوتیک میهن پرستی نباید باشه. میهن یعنی چی؟ ما جهانی هستیم. به خاطر همین این آدم ها رو از شرق که اومدن به غرب اینا پستای بالا رو بهشون شروع کردن، الان مدتی سال هاست دادن و میدن، چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی. نظر اقتصادی الان خیلی راحت و آسونه که یک گدایی رو یه شبه میلیونرش کنن، یک شبه. به خود من بارها این پیشنهاد ها شده، نپذیرفتم، دوستان میدونن. چطوری تو یک شبه میلیونر میشی؟ بعد میتونی همه کارم بکنی، نامزد حزب بشی، نامزد فلان بشی، اونجا بری کمپانی بزنی. الان دیگه مثل سابق نیست که تو میخوای واقعا پولدار بشی باید بری مثل خر زحمت بکشی، بعد یک مکدونالد واکنی یا کنتاکی واکنی، بعد از یک کیوسک شروع کنی، بعد شعبه بزنی. نه، البته تو فکر نکن که اونجا نشستی از اینا بهت میرسه، به تو نمیرسه، اینا تو کادر خودشون رزرو است، اینا به تو نمیرسه. بی فکر نباشید که همه تون فردا بیان بخواین این کاری بشه، هی به منم سر میشه آقای افسته بود خواهی شد. حالا اون اینجوریه، این بورس جهانی، بورس نوین جهانی منبع پولسازی برای افراده. برای همینه که یارو از بیل گیتش گرفته تا جف بزوسش گرفته تا هر کیش تو مخواهی حساب کنی و تو گاراژ ننش که کار میکرده میاد بیرون میره بالا میشه میلیاردر. او خودش نشده، او یه ثروتی پشتش بوده که رفته. مثلا اینا که شما فکر میکنین بیل گیت یا زاکربرگ یا مثلا جف بزوس و اینا، ایلون ماسک، اینا همونجوری هم نبوده که گدا گوش نباشن، از صفر شروع کردن، ولی تو خانواده‌ای بودن که خانواده‌هاشون ثروتمند بودن، تو جامعه جا داشتن، تو بخشی از کادر جهانی بودن، ولی اینا رو بودن بالا.
الان کمپانی های مثل مثلا بلاک روک و دیگران اینا هستن، کمپانی های گورک سایروس فایننس هستن که سهام اصلی رو توی کمپانی ها دارن و اونان که میتونن اینا رو بچرخونن، بعد اونان که اینا رو میبرن بالا با بورس. مثلا همین بیت کوین رو شما در نظر بگیرید، این وقتی که اول اومد تو بازار مثلا ها یه دلار بود 50 سنت، الان که شده چندین هزار دلار یه مصنوعی دیگه. یارو که نرفت زحمت بکشه که خشت و بیل و کلنگ و به شب تا صبح بشینه کتاب بنویسه و بری برای کتابخونه رو بگرده تحقیقات کنه که نه، که اینا پول میذاره 10,000 دلار، بعد 3 سال میشه 10 میلیون دلار، بعد یه هم یه هفته میشه. مثلا ایلون ماسک چند وقت پیش گفت من میخوام یه گتر میلیونر کنم، راستم گفت. اونجا تو باید جرأت شجاعت میداشتی پول جمعه برده، راستم گفت. این انتلیجان آرتیفیسیل رو ای آ که همین چتش هم هست، چت ایلون ماسک براتون هرچی بخواهی میرمیزه هر کار بخواهی میکنه، یه وقتی چت رو رانسی کرده بود فرستاده بود تو بازار و هنوز زیاد روش تبلیغ نکرده بود، گفت بین سهام رو بخریم. سهام اون موقع که تو میخریدیم خیلی پایین بود دیگه، 5 دلار بود مثلا، مثلا من قیمتا دقیق نمیگم بهتون چون هم تقریبی صحبت کن، 5 دلار بود چون وقتی سهام میخریدی، ولی گفت که بیاین بخریم پول دار میشه. الان همون سهام اگر تو 1000 دلار خریده باشی شده 300,000 دلار، 300,000 دلار. اینجوریه که گدیرم پول دار میکنه نظم نوین جهانی، یارو یهو میشه میلیونر. یه سبک دیگه که خیلی از ایرانی ها میلیونر شدن تو همین سبک کادر جهانی، که کادر جهانی کمکشون کرد، همین اقتصاد کمک کرد چون مغز متفکرش بود، قاسم سلیمانی که فرمانده سپاه قدس بود و تمام قدرت در خارج از کشور ثروت در اختیارش بود، این که نمیتونستن با بانک جمهوری اسلامی کار بکنه، با هیچ بانکی نمیتونست کار کنه چون تحریم اقتصادی بود، ولی شما دیدید الان 40 خورده سالی داره کار خوش میکنه. خب چجوری کارش میکنه؟ چجوری در تحریم اقتصادی که حتی بانک های فرانسوی وقتی با اشکال کردن براش پول شفتن ریکاری کردن چندین میلیارد دلار جریمه شدن، به امپه و سوسیت جنرال شد نداد و دیگران دیگران. خب این چطوری چندین سال در تحریم اقتصادیه ولی داره کار میکنه در دنیا؟ چرا؟ چطوری؟ الان بهتون میگم. قاسم سلیمانی فرمانده خارج از کشور میلیاردها دلار در اختیارش میگرده، آدم‌ها رو پیدا میکنه، او از خانواده شهدا پیدا میکرد، یعنی میرم میگشت خانواده شهدا رو، یه دخترشون رو یه پسرشون رو میگرفت 5 میلیون دلار بهش میداد، میگفت برو فلانجا بیزنس بزن، فلانجا 10 میلیون دلار 1000. یعنی اون سیستمی که خود سرمایه‌داری جهانی هزاران سال داشت برای خودش این رو عمومی کردن، همچون که مثلا اگه اینترنت یا تلفن دستی این سری امکانات خصوصی بود تا مقطعی سالها بود کسی از اینا نمیتونست استفاده کنه، حتی مثل بشقاب پرنده برای شما میبودن گفتن از فضا اینا آماده، اینا که علاقه خودشون بود که بخواستن اتا چاو شورایی از ببرن. حالا بگذاریم وارد این مبحث نمیخوام بشم، اما خیلی به همه من دارم. من یه کمپینی را انداختم با عنوان من دریاچه ارومیه هستم که قرار بود 1 میلیون امضا جمع بشه، اون 1 میلیون امضا رو ببریم سازمان ملل و از سازمان ملل درخواست کمک کنیم برای احیای دریاچه ارومیه. 3 ماه وقت گذاشتم با بچه های خود ارومیه و با کمک شما نردم، من 1,800,000 تا امضا جمع کردم و بچه هایی که دغدغ من بودن این 1,800,000 امضا رو بردم سازمان ملل تقدیم کردم. سازمان ملل اونو گرفت و از طریق ژاپن 3 میلیون دلار به ایران کمک کرد که دریاچه ارومیه رو احیا کرد. ولی 3 میلیون دلار نمیدونم کجا رفت، درشه اونمی هم همچنان خشکی. فکتی که قاسم تو سیستم اقتصادی داشت کار میکرد از جهانی گفتن اوکی تو بیا بانک بخر، شرکت مسافربری بخر، ولی تو ونزوئلا توی فلانستان
توی گرجستان، توی آمریکا، حتی توی لاس وگاس. بعد این بچه‌هایی هم که پاس دارن، فقط پاس آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی فلان دارن، این روز تو مدیر اینجا میگن جهان، کسی که جهر میکنه میگردنه، اون خودش 5% سهام داره، یعنی 5% از پولی که میاد میره مالی باشه، 5% به سهام بدیم، سهام های اصلی دست آدم خودت. بعد اینجا بود که یهو شما میبینید ایرانی همه جا پولدارا در اومد و اصلا طرف رفت به فضا و طرف فلان و کمپانی های بزرگی رو، دختر ایرانیه، پسر ایرانیه، از خانه ننش این پولا رو بردن، از خانه ننش هم پولا بردن و رفتن تو قدرت جهانی شدن که بعد خیلیشون ما انجمن خیریه درست کردن، پولا گردن، پولا گردن، پولا گردن. اینا پولای قاسم سلیمانی بود که توسط هم اقتصاد جهانی که مدیریت میشد اینها رو کردن. برای همینه که یهو برخی از افراد که حالا گرفتن یا از نگرفتن فرار کردن، میبینید یارو میگن آقا راننده بوده، یارو هیچ کاره بوده، میلیونر شده. این غیر از اون حرامزاده های نوازاده، این غیر از حرامزاده ها بچه های این مفخره و دزداست، این آدم های تو خیابونه، آدم های تو خیابون. من حتی این بار یه جایی بودم چند سال پیش تو امریکا، یارو گفت دکتر، گفتم همین پاس تو بده من ببینم. گفتم چیکار دی پاس؟ گفتم میخوام تاریخ تولد توش ببینم. گفتم تاریخ تولدم اینه. گفتم عکس تو توش ببینم. دیدم زور میزنه درد من ببین. گفت فلانی. گفتم فردا میخوام دو تا هتل به اسمت بخرم. گفتم میتونم با اینایی؟ گفت چی؟ گفتم تو مگه با اینایی؟ قصه دید ما همه چیز بلدیم خودمو که بدلم که. گفتم تو قیمه هتل بخیر وقتی که آقا پولشویی کنی. از اینا فراوان بود. یارو بچه دانشجوی تحصیلش تموم شده، یک مدرکی هم گرفته، خب الان ملیتش هم گرفته تو کشوری که بوده، پاسش خارجیه، پاس اسمش هم عوض کرده دیگه، اکبر، سقرا، محمد حسین، ذوالفقار، اینا که نیست که، اسمش هم خارجیه. یه کمپانی براش میزنن، دفترش میزن تو دبی، دفترش میزن تو استرالیا، دفترش میزن تو فلانجا، تو فلانجا قناری، میلیون ها دلار بر بعضی که تو میگن میلیارد ها دلار میاد توش و میره. ای بابا 5% 10% خودش میگیره میلیونر میشه، با هم حد اقلی که میگیره میلیونر میشه. اینقدر جوری میلیونر شدن این آدمایی که میبینی الان، یارو اوه او تو برو سابقه شو ببین وقتی از ایران خارج شده عکسش اول ببین که چه شکلی بوده، دوم من ببینیم توی اتاق خوردوی زیر شونید الان میلیاردر هم پر اقتصادی هم داره. اینا هم اینجوری اقتصاد جهانی سرمایه‌دار کرد. حالا وقتی که به تو پول و امکانات میدن، بعد یکی دیرم تحصیلات، تحصیلات تو دانشگاه، اینا دانشگاه‌هایی هست، دانشگاه دارن که جولیانو شهردار سابق نیویورک یک مصاحبه کردن باش چند سال پیش، یکی دو سال پیش این مسئله رو افشا کرد، گفت حتی اینا رو ما میدونستیم ولی چون او گفته سندش مهم داره، گفت اینا حتی قاضی درست میکنن از هنگامی که یارو میشه دانشجو، مثل اوباما. اوباما از وقتی که دانشجو است تا وقتی میره دادستان میشه، وکیل میشه، دادستان میشه، هرچی میشه، از وقتی که دانشجو از طبقه پایین اومده بالا کمکش میکنن، بهش میرسن انظر مالی، بورس تحصیل بهش میدن، وقتی تموم میشه درست مثل هر جای دنیا بورس بهت داده، باید برای اونم پار کنی، برای اونم کار میکنی، چون معتقده به اون جهانی بودن اندیشه. بعد اینا دیگه وکیل دارن، وزیر دارن، شهردار دارن، قاضی دارن. اصلا چند سال پیش یک گزارشی منتشر شد که اکثریت 75% قاضی ها و دادستان ها و وکلا و بخش جوردی که خلاصه بازار مشترک اروپا دست همین گورگ سایروسه، چون همه اینا برای او کار کردن، همه برای او کار میکنن دست گورگ سایروسه، برای میگه هر کار بخواد بکن زیر قضایی هم میتونه بره جلو و خیلی چیز دیگه دستشون. خب اینها بعد خیلی از بچه های ما رو پست های بزرگ بالا در سطح جهانی بهشون دادن که یک عده ای به اون پای بنده، بعد کمتر دیگه به ملیت خودش، به اون شهریاری بخواد برای ایران بیاد، بخواد رضا پهلوی بیاد که وارد باندابازی که نمیشه تا اون حد. اگه بخواد بشه تاره شده بود، یا سامن هم هست الان خوشبختانه بهتر جریان کنترل میشه. خب اینها باید ملیت از بین بره، بایستی یک زبان خاص از بین بره،
بر همین اساس هست که نازنین های من تو تا میگه شعار ایرانی و ایرانیت میدی و میگه اینا راسیستن رسیستن یا نجات پرستن شعار ایرانی. آقا ایران وطن ماست، ایران با همه جای دنیا فرق بکنه. الان شما خواهید دید این پیرپاتالا که زیارش رو میبینن، ولی خواهید دید از درون همین ایران، از درون همین سپاه، از درون همین ارتش، از درون همین نیروهای مسلح، از درون همین وزارت اطلاعات، بسیج، بچه های بسیج ببیشه، روشن که میشن، روشن این نور رو در همه جا پخش میکنن و آزادی به ایران میاد و جهان سرمایه‌داری تا حالا خیلی از دست ایران و نظم نوین جهانی خیلی از دست ایران شگردهایی شده، کلک خورده و عقب نشینی کرده. همین جنگ جهانی اول، همین جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی دوم بخشی از سرزمینای ما رو گرفته بودن. یارو چیز قوام سلطنه میره اونجا میگه آره ما اوکی ما اینا رو میدیم، ما کار میکنیم اینا، باشه باشه. وقتی که میان نیروها خارج میشن میگه یه شرط گذاشته بودیم که این ما پارلمان ما تصویب کنه، بذار ببینیم پارلمان ما بدیم تصویب کنه، میده پارلمان میگه تصویب نکنه، نمیکنه. یا مثلا وقتی که رضا شاه از ایران بیرون میکنه قدرت جهانی حاکم، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ایران اشغال کنه دیگه. تقسیم کردن روی کاغذ رستوران، تو رستوران نشستن ایران رو تقسیم کردن برای خودشون. ولی یهو یک یهودی نازنین پیدا میشه به نام محمد علی فروغی، میاد بچه رضا شاه رو شاه میکنه. ایران که شاه نداره، اصلا هیچ نداره، شاهش میکنه. و بعد محمد رضا شاه در روزها و سالهای نخستش از قدرت نداره، حالا چیز نداره، باش چی کمی گوش کنه حرفا اینا، تا قدرت میره ترتیب همشون میده. ولی باز دوباره شکست میخوریم ما. چرا؟ چون دشمن تو خونه ماست. دشمن رو میان این دانشجوها، کنفدراسیونها، گروه های چپ مپ اینا رو میسازن، این گروه های کمونیستی، مارکسیستی، اسلامی، انقلابی فلان رو میسازن. مردم خرم که تا وقتی گشنه و چیزی نداره بخوره، اگرم داره داره میخوره، مثل بقیه نیست، میگه حق مو گرفته و میاد و تو کوچه شعار و تظاهرات و فلان. حالا یارو طالبان همینجوریه، اونجا کمین کردن که ترتیب بار بدن. حالا جالبش اینه که این چند وقت پیش از اینکه درگیری مرزی به وجود بیاد، یه گروه حمیدی هست، حمید نامی، عبدالحمید، اومده بود گفته بود ایران رو خاک کنیم. در این روزا بچه های احمد مسعود، بچه های پنجشیر، جبهه مقاومت در ایران افغانستان ترتیب شده داده. نگاش کن سرویس خوب است، ساعت خوب است، لو سلامت باشید. یه هزار مشکلات شیعه بود، شالا مثلا قابل تشویش نیست با اصابه به مصیبت الا بیز الله. فقط دعای شما برادران مسلمان مجاهدین امارت اسلامی برای ما کافی است. انشاءالله خیر ایتی است، سلامت باشید، زوره باشید، الله بای زاد داشته باشده. ترتیب شده دادن که دیگه رجزخانی علیه ایران نکنه. خوشبختانه ایران مرزش فقط با این شیر ما که میگن گربه بسته نمیشه. ایران مرزش میره از این بر بالا تا تاجیکستان اینا، از این بر میره پایین تا اسرائیل و حتی خود ترکیه، بخشی ترکیه، سوریه که میگن همه ایران، عراق، اونجا فدایی داره ایران، لبنان فدایی داره ایران، ایران آریایی ها، حالا تقیه و مسلحت هنده چی بکن جای خودش داره. از برم که در سر تا سر جهان پراکنده شد. الان هم دیگه اینا کاری کردن که دیگه اون چیز ریخته شده که آقا حتما رئیس جمهور یک کسی میخواد بشه. الان تو امریکا شانسی که زیادی داره این خانم نیکی هیلی است. نیکی هیلی از یه خانواده است که سیک است، زرتشتی است، همه چیز هست، زد آخوندام هست، زد آخوندام هست، خود چه نامزد کرده. و مطمئن باشید که هدف جهانی اینه که این خانم بشه، چون سال هاست که دوی آمریکا دارن تلاش میکنن که یک زن رئیس جمهور کنن، نشد. هیلاری کلینتون نیاورد، این هریس، کمال هریس اگر بایدن بمیره جاشو میگیره، ولی راه باز میشه که به هر حال خانم نیکی که مشاور ترامپ هم بود بیاد اونجا قدرت به دست بگیره. به هر حال
زمام امور جهان اگر پیرپاتال ها نیمدن از دختران آریایی و فرزندان دلیر ما پشتیبانی کنن، به نفع ایران آریایی داره پیش میره. یعنی ایجوری ایجوریه، ولی چون ما اهورامزدا با همون هست، چون خداوند آگاهی آزادی نیکی در پندار گفتار و کردار با ماست، پیروزی نهایی رو این دختران آریایی، دخترانی که امروز هنرمندانش هم شورشی هستند، شورش بر اندیشه که نیست، این اندیشه نیست، تفکرات پوچ تازی رو زیر پا گذاشتن، همه شدن رضا رهنورد، همه شدن کیان عزیز. این بچه ها بزرگداشتشون و تولدهاشون تولد ایرانه، زاویش دوباره ایرانه. در زاویش دوباره ایران اینها رو بایستنین دکتر کوروش آریامنش به شادی باد، نازنینی که جونشو برای ایران گذاشت، سه گلوله دشمن بهش زد، محمد حسن نصر لبنانی الاصل شیعی که با سیحونی اومده بود اینجا و این کار کرد. روز شنبه هم دهم جون یاد روز ملکه آزادی ایران پرنسس لیلا پهلوی است، این عزیز دل ما، کسی که قلبی داشت به صافی آبهای خلیج همیشگی پارس، اندیشه‌ای داشت به روشنی تاریخ هزاران ساله ایران، تقویم 7000 ساله که در میومد، اگر پاریس نبود، اگر لندن بود میومد پاریس خودش، اگر نبود جای دیگه بود کسی میفرستاد 10 تا 20 تا 50 تا به همه هدیه تقویم رو میداد. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی رو میداد و میگفت این شناسنامه من اوستا. گفت هر جا میرم تو فرودگاه قبل از اینکه پاسپورتمو در بیارم عمدن این از تو کیفم در میارم میذارم رو میز تا بعد میگردم پاس میدم، یارو میگه این چیه 7000 این چیه، میگه تاریخ منه، تاریخ منه. کشتنش مثل برادرش. شما بسیار بیشمارانید که هر سال میایید پاریس و بر مزار نازنین حاضر میشید و درودی میفرستید و شرابی مینوشید و موسیقی گوش میکنید. چهار تا حزب الله یا جاسوس های جمهوری اسلامی که ور ور هستن، سید میده یارو سیده اون دید گفت تو شراب و من شامپاین نخورن سر خواب و تو جاوش و پپ تو پپ برو بابا دوران شما تموم شد که دوروبر این بزرگان تاریخ ما بودید. خوشبختانه امروز دوروبر اینا یاسمین عزیزم هست، دختر عنای آریایی، روشن نور هست و ایمان و فرح، آموزش میبینن پیش فرح بزرگ شهبانو و رضا پهلوی که سخنگوی انقلاب شما مردم نازنین و سلحشور هست و پیروزی اگر بخواین میاد. بستگی داره میخواین باشین. پس از برادر عزیزم مهندس امیر شجر سپاسگزاری میکنم و امیدوارم همه تون مثل همین ماهی ها توی آب خاویار بدیم، نتیجه تون خاویار دادن بشه، خماری نباشه، تازی پرستی نباشه، الله اکبر الحمد انشالله میشالله سلام صلوات نباشه، بدرود درود باشه، پاکی باشه، نیکی باشه، عشق باشه، با مهر اهورامزدا. می نوش که عمر جاودانی نه خود حاصلت از دور جوانی نه، هنگام گل و مل است و یاران سرمد، خوش باش دمی که زندگانی نه، خوش باش دمی که زندگانی روزی دو که مهلت است میخور می ناب، کین عمر دو روز بر نگردد دریاب، دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز
زمی باش خراب. دوستان مهمان، با درود فراوان و مهر بسیار، سیاوش اوستا هستم از پاریس، عروس شهرهای جهان، پژوهشی نوین از سرگذشت حکیم عمر خیام نیشاپوری را پیشکش شما مهربان یاران می کنم. در 28 اردیبهشت ماه 1048 میلادی برابر با 6069 آریایی در محله سپاهان شهر نیشابور، نیشاپور در دامن بانو زهرا فرزندی چشم به جان گشود که همان فرزند سالها بعد چشم جهان و جهانیان را برای همیشه به روی اسرار بسیاری گشود، اسراری از نجوم، ریاضیات، شعر و ادب، جبر، پزشکی و داروسازی. ابراهیم پس از مشورت با همسرش بانو زهرا نام فرزند را کیوان نهاد. ابراهیم در شهر نیشابور یک دکان عطاری داشت و با ستارگان آسمان نیز الفتی داشت. در خانه نیز کتابخانه ای بزرگ داشت، کتابهای بسیاری که از نیاکان خود به ارث برده بود و کتابهای دیگری که خود از روی نسخه های اصلی بازنویسی کرده بود و کتابهایی که در دکان عطاری خود با دارو و عطر و چیزهای دیگر تاخت زده بود. کیوان خیلی زود با همت مادر راه رفتن را آموخت و با تلاش پدر و مادر زودتر از هنگام‌های معمول سخن گفتن آغاز کرد. نخستین معلمان کیوان پدر و مادر او بودند. در 4 سالگی خواندن و نوشتن را می‌دانست و به مدرسه محله سپاهان می‌رفت. در مدرسه 3 معلم بود، یکی قرآن به بچه ها می آموخت، دیگری از شمردن اعداد و جغرافیای جهان و ماه و ستارگان می گفت و معلم سوم از شعر و شاعری، از رودکی و دقیقی و فردوسی. معلم قرآن شیخی بود با ریش های سپید، عمر او بالای 50 سال، شیخ شهر نام داشت، اما بچه های مدرسه به او شیخ شر می گفتند زیرا بسیار خشن و سختگیر بود و همیشه ترکی را در کنار خود داشت و هر شاگردی که در فراگیری قرآن کوتاهی می کرد و پرسش های او را درست پاسخ نمی داد با آن ترک به کف پا و دستانش می زد. Fierté historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat
Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می‌کرد. تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن.